ایجاد حکومت فراگیر و همشمول شرط ایالات متحده آمریکا برای ادامه کمک های جهانی به افغانستان. الیس ویلز، دستیار معاون وزارت خارجه این کشور گفته که وضعیت کنونی در افغانستان پذیرفتنی نیست. اگرچه ریاست جمهوری افغانستان در این باره چیزی نگفته، اما سرور دانش معاون محمد اشرف غنی میگوید که حکومت در انحصار هیچ گروه خاص نیست. آغوش حکومت بروی همه باز است. حکومت در انحصار هیچ تیم خاصی نیست. مشارکت ملی اصل اساسی ما در حکومت داری است. ولی ما تنها با اتحاد و همدلی خود می توانیم به همه بحران‌های سیاسی، اقتصادی و مخصوصاً بر بحران کرونا فائق شویم. ظاهراً این واکنش ایالات متحده آمریکا به دنبال افزایش تنش میان ارگ و سپیدار بر سر قدرت است. اما سپیدار یگانه راه حل بحران کنونی را ایجاد حکومت همشمول می داند. بیرون رفت از بحران انتخاباتی معتقد برای حل سیاسی هستیم. همواره تفاهم را بر تقابل ترجیح دادیم و همچنان بر تشکیل دولت همشمول و فراگیر با توجه به اراده واقعی مردم افغانستان تاکید کردیم و تاکید داریم. پس از پادرمیانی وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای حل تنش میان ارگ و سپیدار که بی‌نتیجه پایان یافت، ایالات متحده آمریکا در واکنش به آن از کاهش 1 میلیارد دلار کمک‌هایش به افغانستان خبر داد. اما برخی از کارشناسان هشدار تازه ایالات متحده آمریکا را در برابر وضعیت کنونی جدی می‌دانند. ایالات متحده آمریکا واضح به صراحت گفت که ما باز سر گزینه سوم فکر می‌کنیم. و ما فکر می‌کنیم که گزینه سوم به قیمت بسیار کلان برای کشور ما تمام خواهد شد. امکانات زیادی هست که باز دست مخالفین دولت که تحریک طالبان با بسیار بالا شود. عبدالرب رسول سیاف، رهبر پیشین جهادی، حامد کرزی و شمار از چهره‌های سیاسی دیگر در اعلامیه از محمد اشرف غنی و عبدالله خواستند تا بر رسیدن به نتیجه از تعیینات و اقداماتشان دست بردارند. سپیدار از این اعلامیه پشتیبانی کرده، اما ارگ تا کنون در این باره چیزی نگفته است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.